طریق اسکایپ میگیریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حمید آخوند ها شیعه ها چرا هم اخیرشون بر ضد مذهب خیر بد است؟ همین رو نفهمانده همین مقصد ابو بکر و اولی عمر رو خیر داشت نامید یا چشم، در این مورد بارها صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم. تشکر از شما. بعد در تاجیکستان دارن دانشگاه باز میکنن آخوندهای شیعه ها، این رو درباره این صحبت میکرده باش، چشم چشم، تشکر از شما. در امونی. زنده باشید. دین و عقیده این آخوندها بر این بنا شده که تو شیعه نمیشی مگر اینکه با عایشه و طلحه و زبیر و ابوبکر و عمر و حفصه و سعد و سعید و یعنی بهترین صحابه ها با اینها دشمن باشی. هر وقت که با اینها دشمن شدی و هر وقت که اینها رو بد دیدی، هر وقت به اینها لعن و نفرین کردی، شما یک شیعه واقعی هستید. این مذهب و روش آخوند است. به خاطر همین این توهین ها، اهانت هایی که میکنن در شبکه هاشون، اینا قربتن الله دارن این کار رو انجام میدن. این یک. و در هر کشوری هم که رفتن، غیر از اختلاف و عداوت و دشمنی چیز دیگری به بار نیاوردن. و این دانشگاه ها و مراکزی هم که دارن درست میکنن، فقط هدفشون چی است؟ ایجاد تفرقه و دشمنی. من قبلا هم گفتم، بازم تکرار میکنم، در هر کشوری که دانشگاه درست کردن، مرکز خانه فرهنگ درست کردن، سفارتشون در اونجا، کنسولشون در اونجا باز شده، غیر از اختلاف و تفرقه و دشمنی چیز دیگری در بین مسلمان ها نینداختن. شما تصور بکنید 4 تا در تاجیکستان شیعه شدن، صبح تا شام دارن به بگردید تو سایت های اجتماعی ببینید توهین میکنن به صحابه و اهل بیت و به اینا. در مملکتی که بیش از 95% اهل سنت هستن، یک عده بلند بشن این کارا رو بکنن، این اختلاف میاره یا وحدت میاره؟ عداوت و دشمنی میاره یا محبت میاره؟ و همون وضعیتی که در سوریه و در عراق و در افغانستان و پاکستان به بار آوردن، همون وضعیت رو در تاجیکستان هم به بار میارن، اگر ملت تاجیک جلوی مراکز اینا رو نگیره در این کشور.